به نام خداوند بخشنده مهربان. از طرف محمد فرستاده پروردگار به هراکلیوس امپراتور روم، سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما میخواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید. از یک پیغمبر جدید در عربستان صحبت میکنه. ببینم یحیی تعمید دهندم که از بیابان سر در آورد و عمر پیش شاه هرود تا از رستگاری صحبت کنه همینطوری بود؟ کیست فرمان روای بزرگ مصر؟ خسرو پادشاه ایران، محمد رسول الله تو را به قبول دین خدای خودش دعوت می کند. اسلام بیاور تا رستگار شوی. تو از بیابان برهود با تعفن شطر و باز آمدی اینجا تا به شاه ایران راه رستگاری را نشان بدی؟ محمد فرستاده خدا؟ کی این اختیار به او داده؟ خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد. تاریخ اسلام، دانشگاه الازهر در قاهره، انجمن شیعیان لبنان درستی و واقع گرایی این فیلم را تایید نمودند. سازندگان این فیلم به سنت اسلامی که بر طبق آن تصویر سازی از پیامبر مغایر با معنویت پیام اوست توجه نمودند. بنابراین تصویری از نبی اکرم نشان داده نمی شود. شش قرن پس از ظهور مسیح، به هنگامی که اروپا در قرون وسطا غوطه‌ور بود و امپراتوری ها و تمدن های کهن در هر گوشه ای رو به زوال، محمد
در عربستان در شهر مکه دیده به جهان گشود. در آن زمان مکه شهری غنی بود و مرکز تجارت و تحت سلطه بازرگانان. بازرگانانی سرمست از ثروت که ثروتشان به خاطر نگهداری بت‌ها رو به فزونی بود. همه سال به هنگام جشن بزرگ شیوخ صحرا بت‌ها و مجسمه خدایان خود را به مکه می آوردند تا ضمن نمایش در کعبه به امانت گذارند. همان کعبه ای که روز اول به دست بزرگترین بت‌شکن دورانهای اولیه توحید یعنی ابراهیم بنا شده بود، اکنون مرکز ظلم و خودخواهی، شرک و بت‌پرستی شده و بالغ بر 360 خدای متفاوت به عدد ایام سال را در خود جای داده بود. مکه سال 610 میلادی. در این زمان محمد 40 سال داشت. رسیدگی به حساب امروز تموم شد و مایه روز نه، ولی امسال خدایان همه طلا هستم. و وقتی بوتا و نزورات رو پیش هم بذاریم تو جای خوبی بینشون داریم. و بوتای بیشتری برای کعبه خواهید داشت. ده کاروان از شام قطعا خیلی تند اومدن و باید تشته باشن. 5 نفر دیگر رو بفرست سر چاه شمالی. چند تا گوسفند باید براشون سر ببرم؟ 70 تا؟ 100 تا سر ببر. مکه باید همیشه به خاطر مهمان زیک زبان زد باشه. 10 تا مره برای بزرگانشون. نان و آب شعرا در خانه بزرگان حکام یافت می شود و آنجا مکانی است که هر شب شعر و شاعری و شراب به مجلس کشیده می شود. و نان و من قسم می خورم نان آنجا از آب هم نازکتر است. خورا رو باز کنید، راه رو باز کنید. شماها به خاطر ابو سفیان شعر رو دوست دارید، حامی هنرمندان و ثروتمند، هنر دوست و هنر پرور. وقتی ابو سفیان شاعری رو دعوت میکنه، شادی قومشه و عشق خیشش. هر جا که شراب و عشق باشد، شادی و شعف فضای مجلس باشد. شاعر به فنون شعر پر باشد گر ابو سفیان میزبان آن شاعر باشد. از کرم عظیم چینی بانوی من، نوازشگر جسم انسانه و همانطور که میبینید واقعا قشنگم هست. مجذوب کننده چشمانه. بله، 7 قصد 20 دینار برای همسر ابو سفیان. 15 تا. خدایانی که به هم احتیاجاتی دارم، نگهداری دارم. مرد چیست که اونجا ایستاده؟ نگاهش وجودمو میسوزانه. منو از اینجا دور کنید. چرا باید محمد به اینجا بیاد؟
چرا مانعش نمیشی؟ برادرزاده توه. شاید عوض بشه. عوض بشه؟ اون الان 40 سالشه. این غیر عادیه. با اون زن ثروتمندش میتونه بره به بهترین نقطه مکه، ولی ترجیح میده بره توی یک غار بلرزه. این غیر عادی. حاضره به پذیر خشم عزا، نگهبان ثروتهای ما، ماند خدای خوشبختی ما، لط خدای فامیل و طایفه ما، و هوبل نگهبان کاروانها و پیشبینی کننده تقدیر ما. برانگیختن خشم خدایان، اون هم زیر گوششان، خطرناک. غیر منطقیه. سرکشه. کافره. بله. خوب دارم محمد به خودش صدمه بزنه. همیشه بعد از نمایش بزرگ دلتنگ میشم، از اینکه ممکنه دیگه بعدیشو نبینم. ابوطالب بذار نفست جا بیاد. محمد از غار حرا برگشته؟ سه روزه که رفته بالای کو. نه ما که ندیدیمش. خدیجه امیدوار بود که شاید در برگشت سری به شما زده باشه. پس هنوز اون بالاست. 3 روز. وقتی بالای کوه خیلی براش نگرانم، چون سر از کارش در نمیارم. مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن. هنوزم داره زیر جامش میلرزه، ولی حرف زده. زید، بالای اون کوه چه بلایی سر برادر زادم اومده؟ در غار تنها بودی، ناگهان فرشته‌ای به اون نزدیک میشه. فرشته میگه بخوان. محمد جواب میده خواندن بلد نیستم. فرشته مجدداً امر میکنه بخوان. به نام پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست. بخوان. کی میدونه که اون جبرئیل بوده؟ شاید رویایی بیش نبوده. وقتی محمد از کوه برمیگشته به بزرگ جبرئیل رو میبینه، به شکل یک مرد که بر روی افق ایستاده بوده. هر جا رو نگاه میکنه سرشو به هر طرف برمیگردونه، جبرئیل رو میبینه و جبرئیل مجددن بهش میگه من جبرئیل هستم و تو ای محمد رسول خدا هستی. این
موضوع رو به کیا گفته؟ به همسرش خدیجه و فرزند تو علی. و تو؟ من پسر خواندش هستم. مواظب باش با چی حرف میزنی. بهش بگو عموش که او رو از کودکی بزرگ کرده، باز هم حامی و پشتیبانش خواهد بود. به هر حال روایته که خدای موسی از میان درخت زیتون با او حرف زده. اگه تو جلوی برادرزادتو نگیریم ما میگیریم. بین شهر تفرقه و نفاق میندازه، خانه به خانه در ستیزد، بین نسلا اختلاف میندازه، فرزند علیه والدین. جوانها به حرفاش گوش میدن، جوانترها رو جذب میکنن. ما عرب هستیم، از پدرانمان اطاعت میکنیم، اجازه نمیدیم فرزندانمان معلم ما باشند. چطور میتونیم بپذیریم مردی که تا دیروز در کوچه ها میدیدیمش امروز پیامبر خدا شده؟ اون میگه پروردگاری که خالق انسان است قادر هم هست که پس از مرگ او را زنده کند. اون میگه ممکنه خداوند از ما رو بگردونه و التافش رو متوجه شهر دیگری بکنه. بهش بگو ما بهش اعتبار و قدرت میدیم، مقام میدیم و کلیدهای کعبه رو قول هر رد که بخواد. به او بگو هرچی که بخواد بهش میدیم. که نمیخوای پیر مردی رو بیشتر از اونچه که تحمل داره ناراحت بکنی. تو در آغوش من بزرگ شدی، حالا نمیتونم شاهد ناراحتیت باشم. اگر پیشنهادشون رو قبول نکنی قطعا اذیتت میکنن. این جواب رو به من داد: اگر خورشید را در دست راستم نهند و ماه را در دست چپم که این دعوت و مأموریت الهی را ترک گویم، محال است بپذیرم. بعد از مردن من هر کاری میخوای بکن، ولی مادامی که من زنده هستم باید مطیع من باشی. چه باعث ناراحتی پدرت میشی؟ اگر روز میگساری بکنم و هر شب قماربازی بکنم خواهید گفت کارم درسته. اونطوری بیشتر برادرم خواهی بود تا حالا. شما همه فرزندان من هستین. هرچی خواستید بهتون دادم، ولی ظاهرن پیداست کافی نبوده. محمد چیز بهتری به من داده، برای تمام دنیا چیز بهتری داده. اینجا بیرونش کنید پدر. به خاطر ولید یا من نیست، به خاطر پدرمونه. تو خیلی اونو رنجوندی. صبر کن حضرت، صبر کن. چطور میتونن بگن که همش ساختگیه؟ هیچ تازگی نداره، وحی خداست. در مکه تازگی داره. معزالک خداوند تمام این چیزها رو قبلا گفته، به نو، موسی، عیسی، به تمام پیامبران. ولی مردم عوضش کردن، بارونش کردن، به فراموشی سپردن. پروردگار حالا دوباره به محمد گفته و باز هم به او خواهد گفت. کیه؟ جعفره.
چی به خودت آوردی؟ آیات بیشمار خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورا، آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند، آنگاه که کوها از جا کنده شوند، آنگاه که شتران با ارزش بیکار شوند، آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند، آنگاه که دریاها برافروخته گردند، آنگاه که جانها پیوند شوند، آنگاه که از دختران زنده به گور شده پرسش شود که به چه گناه کشته شدند، آنگاه که نامه های اعمال گشوده گردند، آنگاه که آسمان برکنده گردند، آنگاه هر نفسی داند که چه پیش آورده است. آیا تو حضور داشتی جعفر وقتی این آیات به محمد نازل شد؟ داره اذان میشه. عمار، اول تو، بعد تو جعفر. عمار، مادر تمام شب از زور نگرانی خوابش نبرد. منو ببخشید پدر. کجا بازم رفته بودی پیش محمد؟ حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اونو ببخش، تقصیر من بود، کار من بود. اون خدا در تمام مدت زندگیمون به ما کمک کرد، ولی افتاد، حتی نتونست از خودش محافظت کنه. دیگه به چه حرفایی گوش دادی؟ خدای واقعی را نمیتوان دید و از گل هم درست نشده. عمار، ما خدایان را هر روز در کعبه میبینیم. خیلی برات نگرانم. تو به حرف آدمایی گوش میدی که باعث ناراحتیت میشن. من به رسول خدا گوش میدم مادر. درسته که محمد بخشند است، بله، هر چه داره با مردم تقسیم میکنه. نمیشه از پهلوی کسی رد بشه لبخند نزنه، ولی داره افکار خطرناک اشاعه میده. افکار خطرناک؟ این که کسی نباید از گرسنگی بمیره، ثروتمندان نباید فقرا رو استثمار کنن، قدرتمندان نباید به ضعیفان ظلم کنن، این گفته ها خطرناک هستن. دخترها رو نباید مجبور به ازدواج کرد، باید اونها رو در قبول زوج آزاد گذاشت. همین امشب بود که گفت دست از زنده به گور کردن نوزادان دختر بردارید. من شانس داشتم، شانس آوردم مادر تو رو زنده به گور نکردم. بله، ولی میدونی که چیزی نمونده بود من و تو هیچ وقت هم دیگر رو نبینی، و اون وقت تو متولد نمیشدی. قرار بود منم مثل دو خواهرم زنده به گور بشم، ولی پدرم نتونست این کارو بکنه، نتونست سومین دخترش رو هم دفن کنه. وقتی دختر دومش رو دفن میکرده، همون موقع که داشته شن روی بدنش میریخته، بچه انگشت پدرم رو میگیره، کاری که اغلب بچه ها میکنن. این حادثه رو بعدها برای مادرم تعریف میکنه، میگه که یک دقیقه طول می کشه تا بچه انگشتشو رها کنه
و اون فرصت پیدا میکنه دستشو عقب بکشه. وقتی من دنیا میام، پدرم از خونه میاد بیرون و فریاد میکشه که دیگه نمیتونه این کارو بکنه، که دیگه هرگز نمیتونه این کارو بکنه. سومایه، ولی این یه سنته. اشتباهه. خدایانی که اجازه چنین کاری رو میدن خدا نیستن. مادر، من قول دادم امشب به خانه محمد برم، اونجا عبادت میکنه. بله، اون بنت خوبیه. بله، برو سرم، برو. دو نفرانو تعقیب میکنم. بخوان، محمد نخواندن بلده و نه نوشتن. نه، ولی میتونه حرف بزن. تو چی گفتی؟ میتونه حرف بزنی؟ خب تو هم میتونی، پس حالا حرف بزن جوون. محمد چی برای گفتن داره؟ گفتاش کلمات خداست، نه خودش. کدوم خدا؟ کدوم کلمات؟ خدایی که حرف میزنه. محمد شما فقط با خودش حرف میزنه. وقتی آیه‌ای به محمد نازل میشه، تمام کلمات یادش میمونه. بعد به کسانی که نوشتن بلد هستن میگه این قرآن است. محمد از فشار گرسنگی خیالاتی شده، با چشمای بسته خودش رو زیر گلیم مخفی میکنه. چشماش بسته است ولی قلبش گشوده است. غلام، به خاطر حاضر جوابی بزنه. این کار فایده‌ای نداره. آیا محمد متوجه نیست که زندگی ما از طریق نگهداری بت‌ها سپری میشه؟ ما مالک کعبه هستیم. هر سال قبایل عرب میان اینجا به مکه تا عبادت و از ما خرید بکنن و نذورات میارن. انتظار داره ما 300 تا خدا رو عوض بکنیم با یک خدا، اونم خدایی که حتی دیده نمیشه، ولی هم در طائف هست، هم در مدینه، هم در خانه من، هم در اورشلیم، هم در روی ما. پس تکلیف مکه چی میشه؟ این خدایان هم معبود ما هستن، هم منبع درآمد و شرف ما. خدا را نمیشه خرید یا فروخت. ای جوون، تو نزدیک شلاق هستی، نمیترسی؟ عمار، عاقل باش پسر جان. محمد به شما آموخته، ارزش یک برده با صاحبش برابرم. یعنی بلال سیاه بوست که بابتش پول دادم با خود من برابره؟ بله، پیامبر میگه در پیشگاه خداوند تمام انسان‌ها به مانند دندانه‌های شانه یکسان هستند. خب این حرف برای برده‌ها و گداها مقبوله، ادعای اونا رو بالا میبره. بلال، به این مرد بیاموز چه تفاوتی هست بین بزرگ مکه و یک برده. اون شلاقو بگیر بزن تو صورتش تا درسی باشه برای دهانش. شلاق بزن، شلاق بزن، زخمیش کن. شلاق بزن. بزن برادر. اطاعت بکن و الا می کشنید. ببین چه آشوبی بپا کردن؟ آشوب به برده های ما سرایت کرده. اگر اینقدر انسان هستی که خدا داشته باشی، یادت باشه بهترین آنها خدایان ارباب تسان. وقتی تو رو خریدم بلال، انسانیت تو رو خریدم. اونچنان سر به راهت بکنم. الله الله.
الله حالا کی قوی تره؟ حالت جای خدای یکانی تو شهد الله الله محبتا رسول الله یه تخت تنگ گریم لا قسم میخورم که این برده داشت موعظه میکرد ده اومیه ابو بکر حاضر بابت این برده 100 دینار بپردازه دست نگه دارید فروختن یه برده در موقع تربیت کردنش برخلاف موازین اجتماعی ما این پیشنهاد برای جناب اومیه است اگر قیمت برده ها بالا بره مجبور میشیم سال آینده خودمون خودمونو بشوریم ببرش دیگه به درده ما نمیخوره یا بکشش یا ببرش من دیگه لازمش ندارم ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله نجهر بدعوتنا بسم الله نخرج من الظلمات الى النور الله اكبر الله اكبر محمد و شورشیاش که میگن مسلمانم دارن میان تا خدایان و مذهب ما رو لکه‌دار بکنن نذارین به کعبه برسن دورشون کنین از خدایان خودتون دفاع کنین مردم با اونا هم دردی میکنن الله اکبر الله اکبر الله اکبر
به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو ای کسانی که ایمان نیاورده اید، نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید و نه شما پرستم باش با اون پیغمبر دروغی بکشیدش. حضرت رو نما بزن از نگفت ها دورش کنیم، برگردین اون روشه. خیلی شجاعی، اون شجاعترین مرد صحراست. البته در برخورد با اشخاص غیر مسلح. محمد که دروغگوه. دروغگو؟ تو تا نمیذاری اون حرف بزنه. دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو نزد. محمد یه متقلبه. بلند شو، بلند شو منو بزنه که جرأت داری. من به دیر برادر زادم در اومدم و همونی رو میگم که اون میگه. هر کسی که جرأت جنگیدن داره بیاد با من بجنگه. شکار به صحرا میرم، ایمان دارم که خدا رو در خانه نگه نمیدارم. کی فکرشو میکرد که حمزه، هیچ کس، اونم حمزه با اون گردن کلفتی و شکار شیر رفتنش به محمد ملحق بشه؟ هرچه بیشتر بهش یورش میبریم بیشتر مردم بهش گرویده میشن. این کلماتو از کجا میاره؟ من نمیدونم. چطور میشه که یک مرد بی سواد بره بالای کوه و بعد از 3 روز یک شاعر تمام عیار بشه؟ ای کاش فقط شاعر بود. صحبت از خدا میکنه. چطور میتونیم با کسی بجنگیم که از درک قدرتش عاجزیم؟ محمد وعده بهشت میده، باغات در آسمان، بنابراین معلومه مردم با اشتیاق به طرفش میرن. پس باید کاری کنیم که مردم اشتیاقی به شنیدن حرفاش نشان ندن. بنابراین معز و عفا شروع میکنیم. بکشیدش. اشهد
واشهد ان محمدا رسول الله. خدای تو چیه؟ جواب بده، حرف بزن، بگو هو بل خدای توه، بگو. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. شهدای راه اسلام هستند. جای اونا در بهشته. تا کی میخواین این رنج رو تحمل کنید؟ پیغمبر فرموده باید از مکه هجرت بکنیم. اگر بمونید همه شما رو میکشم، دونه به دونه. به فرموده پیغمبر در حبشه یک پادشاه نصارا حکومت میکنه، در کشورش به کسی ظلم نمیشه. باید همین حالا برید، امروز.
ردشون رو پیدا کردیم، دنبالشون رفتیم ولی ناپدید شدن. اونا اونجا بودن توی صحرا و لاشخوران بالای سرشون و تو گذاشتی فرار بکنن. فرار؟ غیبشون زد. محمد مانده، فقط ضعیفاشون رفتن. ضعیف یا قوی، اونا نام ما رو لکه‌دار میکنن. ما با ترگانان شریف هستیم و با درستی داد و ستد میکنیم، رسوایی رو تحمل نمیکنیم. حبش، تو از دوستان نجاشی پادشاه حبشه ای؟ بله. میتونی از دوستید استفاده بکنیم؟ فکر کنم بتونم براشون گردونم. بله. حبشه؟ بلند شو امر. چیزی وجود نداره که از ما بخوای و برات فراهم نسازیم. ای شیر بودا، من نمیدانم از کجا شروع کنم. تو دوست ما هستی، از هر جا میخوای شروع کن. عده ای از برده های ما فرار کرده و به کشور شما پناهنده شدن. برده ها بر میگردن، همونطوری که اگه برده ای از ما پیش شما بیاد برش میگردن. در بینشان افراد آزاد هم هستن. اینها یاقیان. اگر در عربستان اوضاع شلوغ است چرا من اطلاع ندارم؟ اینها یاقیان مذهبی هستن. تمام مذاهب در ابتدای کار به نحوی یاقی بودن. جسم برده ها مربوط به دنیاست و در اختیار ما. ولی همانطور که عیسی مسیح چوپان ماست، روح انسان ها آزادن و می توانن از پیامبران اطاعت. اینها عرب هایی هستن که به مذهب پدران خود خیانت ورزیدن. دنبال دیوانه ای میرن که معتقدن پیامبره. ولی من نمی توانم بدون شنیدن حرفاشون روحشون رو به زنجیر بکشم. تعظیم نمی کنن و دارشون می زنه. شما در مقابل پیامبرتان هم تعظیم نمی کنین؟ پیامبر یک انسان است، ما فقط در مقابل خداوند زانو می زنیم. معجزه های محمد کجان جعفر؟ اگر پیغمبر بود با اون رو به نور می کشید. بله کاملا درست است. خداوند به پیغمبرانش قدرت نشان دادن معجزه می دهد تا آنها را بشناسیم. معجزه پیامبر اکرم قرآن کریم است. یک کتاب که یک عامی بی سواد نوشته و به خدا نسبت می دهد. فکر می کنم امپراتور به اندازه کافی شنیدم. من می دانم که خداوند زبانهایی از آتش بر سر حواریون مسیح نازل داشت تا قادر باشند به زبانهای گوناگون جهان که قبلا نمی دانستند صحبت بکنند. ولی آیا در این عصر همچنین معجزاتی می شود؟ حرفایتان را زدید ولی من قانع نشدم. وقتی در مکه ما را آزار می کردن پیامبر به ما گفت بروید به حبشه، چون پادشاه دادگسترش به کسی ظلم و ستم نمی کنند. اون چرا که اینها آزار می نامند مجازات عادلانه بوده، بی نظمی و بی ادبی شده. چرا پیغمبرتان شما را پیش من فرستاد؟ چون شما هم مثل ما معتقد به کتاب آسمانی هستید. ما را فرستاد چون پروردگار با قلب شما از ما حمایت خواهد کرد. از حرف زدن با اونها به جایی نخواهیم رسید. ولی حالا به نکته ای اشاره کردم که موظفم به حرفشون گوش بدم. دوست من، ادامه بدیم. سالیان دراز ما به اقتضای دوره جاهلیت بت می‌پرستیدیم، ساخته های دست خودمان را می‌پرستیدیم، در خرافات و اوهام زندگی می‌کردیم. قوانین ما زور بود که ثروتمندان برای حراست خود ساخته بودند.
اغنیا توجهی به فقرا نداشتند. عاطفه طبیعی بشر که به خاطرش دست برادر افتادهش را میگیره به زمین این سپاکان توی از آسه به هم ریختن نظم اجتماع مسئول میشه. در چنین وضع فریدی مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم. زیاده روی میکنید. تقاضا میکنم مراقب کلامتون باشید. هرچه میگویم از پیامبر خداوند است. پیامبر به ما میآموزد یک خدا را پرستش کنیم. راستگو باشیم. همسایگانمان را چون خودمان دوست بداریم. احسان میکنیم. حتی لبخند زدن هم نوعی احسان است. از سوء استفاده از زنها جلوگیری کنیم. یتیمها را نوازش کنیم. و از خدایان سنگی و چوبی روی برگردانید. من نمیتونم همینجا بیستم و به این کفتگویی گوش کنم. خدایان ما استنبول تمدن کهن و باستانی هستن. خطاب سنگ و چوب به خدایان ما نشانه نشناختن آنهاست. آنچه ما میپرستیم شکل ظاهری بت نیست، بلکه روحیست که در قالب بته. قبول دارم که گاهی بت پرستی درست و کامل درک نمیشه. متشکرم. حالا اجازه بدین برگردیم به مسئله زن. خداوند زن را آفرید تا همدم مناسب مرد باشد. متفاوت هست ولی مساوی. مساوی؟ ما زن را میخریم، بهش غذا میدیم، لباس میدیم، ازش استفاده میکنیم، به هر وقت خواستیم ردش میکنیم. زن ها با ما مساوی هست. خداوند انسان را از یک نر و یک ماده میآفریند. ای امر، در میان زنان باید به رحمی که از آن متولد شدی احترام بگذاری. چرا 300 خدای شما زبان بسته هستند در حالی که خدای یگانه این مرد اینقدر بلیغ سخن میگه؟ خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح. حالا چرا باید تعجب بکنیم که این بار از طریق محمد پیام فرستاده؟ این نام ها رو کی یادت داده؟ این نام ها در قرآن هست. من محمد را از وقتی که یتیم بود و چوپانی می کرد می شناسم. و عیسی هم یک نجار بوده. آنچه عیسی می گوید و آنچه محمد شما می گوید مثل دو شعاع نور از یک چراغ. اینها به شما دروغ میگن. اینها عیسی را قبول ندارن. میگن شما سه خدا را می پرستین، پدر، پسر، روح القدس. اینها میگن. شما درباره عیسی چی میگین؟ میگن خدا نمیتونه پسر داشته باشه. میگن عیسی پسر خدا نیست. از عیسی برام حرف بزن. ما همان چیزی را از عیسی می دانیم که پیغمبرمان به ما گفته. اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم باکره‌ای به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده که بنده خدا. میگه بنده خدا، نه پسر خدا، نه پسر خدا. در این معجزه شما، قرآن شما، راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟ میخواهید عیناً نقل بکنم؟ بیا نزدیکتر. به نام خداوند بخشنده مهربان. در این کتاب یاد کن مریم را آن دم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی پناه. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد هر آنچه خداوند بخواهد آن شود. تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما. و این فرمانی بود که انجام شد. و شما
فاصله‌ای به باریکی همین خط است. در برابر کوهی از طلا هم آنها را تسلیم شما نخواهم کرد. بروید در آرامش کامل، در حبشه زندگی کنید برای هر مدت که بخواهید و هر وقت برگشتید لطف خداوند همراه شما باشد. غیر قابل تحمل است. محمد حتی روی دوستان خارجی ما هم اثر گذاشته. بسیار خوب، ما هم از او یک خارجی میسازیم. ابو طالب از او حمایت میکنه. بسیار خوب، ما عمو و برادرزاده رو بیرون میکنیم. در یک زمان تمام فامیلش رو اخراج میکنیم، اونا رو از خودمون دور میکنیم. هیچ بازرگانی با آنها معامله نمی کنند، زمینی برایشان نمی ماند و سختی بر سرشان سایه نمی اندازند. هیچ نانوایی بهشان نان نمی فروشند و هیچ زنی به عقلشان در نمی آید تا دست از کارشان و عقیدهشان بکشند. این سالهای نبوت پیامبر بود. برای 3 سال گرسنگی، تشنگی و بیرحمی‌های پهنه صحرا را در شعب ابو طالب تحمل نمودند، ولی برای یک نهضت جهانی دوران سازندگی بود. خدیجه آن مادر اسلام درگذشت، ابو طالب آن حامی بزرگ وفات کرد و پیامبر و اسلام را در میان طوفان‌ها تنها گذاشتند تا راه خود را در تاریخ باز کنند. ابو طالب تا آخرین لحظه حیات کوشید تا پیامبر را با مکه آشتی دهد. رسول الله، فقط یک کلمه از شما خواستم. ایمان خدای یگانه. اگر مشکل فقط یک کلمه بود ما حاضر بودیم 10 کلمه به او بدیم، ولی کلمه ای که او میخواد تمام خدایان رو سرنگون میکند. شنیدنشم وحشت دارید. با مرگ ابو طالب پیامبر بزرگترین حامی خود را از دست داد. دیگر در مکه در امان نبود. به همراه پسرخوانده اش زید به شهر طائف بر فراز تپه ها عزیمت کرد. خواست که بگذارند وارد شهر شود و اجازه دهند سخن گوید، ولی بزرگ طائف کودکان را وادار نمود او را سنگ زنند تا به بیابان برگردد. چه می کنید؟ نزنید، بس کنید. به او کاری نداشته باشید. برید عقب، بچه ها رو دور کنید. این پیامبر خداست، از پیامبر خدا محافظت کنید. پیامبر از این روز به عنوان تلخترین روز عمرش یاد فرمود. سپس در حالی که تصور می شد پیامبر در رسالت خود با شکست مواجه گردیده، وضع به طرزی معجزه آسا تغییر یافت. نمایندگانی از سوی اوس و خزرج از شهر مدینه شبانگاه او را نزدیک صخره‌های عقبه ملاقات کردند. خواستند تا پیش آنها رود
میانجی اختلافات مداوم و جنگ‌های داخلی آنها گردد. پیامبر پذیرفت با این شرط که عهد نمایند اسلام را بپذیرند. صاحب کنید. اگر چنین عهدی بکنیم خودمون رو از بقیه عربستان جدا میکنیم. بنابراین صبر کنید. این عهد جنگ به همراه داره. برادران ما دشمنان ما میشن. باید خدایان خودمون رو مبدل به هیزم بکنیم. مفهوم این عهد این است. اگر قبول بکنیم راه برگشت نخواهیم داشت. چون محمد واقعا فرستاده پروردگاره و یهودیان شهر ما قبلا اینو به ما بشارت داده بودن. بنابراین هر کس در این مورد شک داره همین حالا این جمع رو ترک کنه. ولی اگر شکی ندارین کاری رو بکنین که من میکنم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اون از ماست و ما از او. بگذارید پیروانش را به اینجا بیاره. برادران ما رو نزد ما به مدینه بیاره. کیلومتر سن این راه پیمایی اثراتی بس عمیق و جاودانه به جای گذاشت و مبدعی گردید برای تقویم مسلمانان. در اینجا بود که اسلام راهی به آینده گشود. پیامبر خود در مکه و در معرض بزرگترین خطرات باقی ماند تا اصحابش شهر را ترک کند. به صورت یک ملت در اومده، یک شهر در اختیارش هست، با مردم عهد و پیمان میبنده. و تو عبدالله ابن ابی سلول که خودتو حاکم مدینه میدانی، دیشب وقتی در خواب بودی مقامتو از دست دادی. بهتره نگران حال خودت باشی ابو سفیان. هر وقت که بخوای مختصری عهد رو با شام معامله بکنی مجبوری باز هم از کنار این مرد رد بشی. او در کنار شاهرگ تجاری تو نشسته ابو سفیان. خب تو چیکار میخوای بکنی؟ خیال دارم صبر کنم. با چقدر میخوای صبر بکنی؟ تا وقتی که در موقع مناسب تو و بقیه اعراب اونو بیرون بکنی تا به این زندگیتون ادامه بدی. تا اون موقع چیکار میکنی؟ دعوتشو قبول خواهم کرد. معلومه. فکر میکنه من از مقام خودم دست خواهم کشید؟ به هیچ وجه. مدینه ارزش تغییر مذهب داره. ریاکار. بهتره بگیم ریاکاری ساله. عبدالله ابن عبی میخواد روزی 5 بار برای عبادت صورتشو به زمین بره. من که باور نمی کنم. شاید هم مشغول نباشه. حالا باید کاری رو که قبلی بایست میکردیم بکنیم. کشتار محمد. بیا بیا و ببین کار نیکو کردن از پر کردن هست. هفت مرد جوان، هر کدام از یک خانواده. پسر من اکرمم با اونهاست. همه با هم اونو میکشم. اگر چند نفر با هم مسئول مرگ اون باشن گناهش به گردن کی میفته؟ فکر منه. فکر نمی کنم بخوام شرکت داشته باشم. محمد خیلی چیزها داره.
فکرش سخنانه. ولی این بهترین راه حله و آخرین راه حل. از هر طرف به سوی خانه پیامبر سرازیر می شود. پیامبر شبانه از خانه خارج شد. علی با همه آرزوهایش خود را قربانی اسلام کرد، آگاهانه به آغوش مرد رفت تا نهال توحید بارور شود. افریت مرد بر سرش دهان گشوده بود و نیزه های طاغوت برای دریدن قلبش برق می زد. اما او در روند تکامل توحیدی در رخت خواب پیامبر راحت آرمیده بود. علی عموزادش اونجا بود تا به خاطرش بمیره. ما با کی در جنگی؟ نمیتونه زیاد دور بشه. تمام راه ها مراقبت میشه. مجبور از بیابان بره. مکه به کسی که محمد یا سر محمد رو برگردونه صد شطور پاداش میده. برای کسب جایزه بروید به دنبال محمد، ابوبکر و یک راهنمای بدوی که همراهشه. شده. این ها شطور علفخار نیستن، همه خورما خوردن، مال شهر بودن. اینجا چی کار میکنی؟ مدینه در طرف شماله. رد اونها گذاشتن، نه من. چادر نشینها میرن طرف غرب. من به کار خودم واردم. مردم میگن تو میتونی بابو کردن هوا رد یه پرنده رو پیدا کنی. ما با اینا میریم. ممکنه تو اون غار که اونجاست باشه. محمد، اگه بیای بیرون ما تو رو سالم برمیگردونیم به مکه. بیا بیرون. نمیتونن این تو باشن چون این تار عنکبوت پاره نشده و این کبوترم اونجا تخم گذاشته و روی تخم خوابیده. اشتباه کردیم، باید میرفتیم طرف شما. از وقت ضایع نکنیم، هنوز فرصت داریم به اونا برسیم. اندازه چند تار عنکبوت با کشته شدن فاصله داد، ولی مقدر نبود که او کشته. راهنمای بدوی پیامبر را در گرمای تابستان از میان بیابان و راه‌های عبور نشده پیش برد. در مدینه اصحابش با نگرانی از این سفر پرمخاطره انتظار تا از او استقبال نمایند.
چیزی دیده میشه؟ نه هیچی. خود پیغمبر فرمودن که منم یک انسانم، هیچ انسانی نمیتونه اون گرما رو تحمل بکنه. مجبور بشم برای تظاهرم که به آزاده کنم. شهر مدینه، شهر مبارک خوش آمدید. شهر خودت این بر خدا. در خانه من منزل کنید یا رسول الله. من بهترین خانه مدینه را دارم. میخوام افتخار میزبانی شما را داشته باشم. خواهش میکنم. پیامبر چطور از بین این همه استقبال کننده انتخاب بکنه؟ هر جا که شطور به فرمان خدا ایستاد، پیامبر خانه‌اش را همانجا خواهد ساخت. همه قبول دارید؟ شطور رسول الله غزوه را رها می کنیم و هر جا غزوه نشست، رسول الله آنجا می ماند، چون شطور مأمور است. خیلی باهوشن، چون شطور انتخاب میکنه دیگر هیچ کس نخواهد رندید.
خانه پیغمبر رو در اینجا خواهیم ساخت. اولین مکان ملاقاتمون رو، مکان عبادت، اولین مسجد اسلام اینجا. برید بنشینید، ما که هستیم. ببینید بازم دارن میارن. میفرماین کار عبادت، ولی 53 سالشون. شما چند سال دارید؟ چیز کم داره. چطور یه زنگ بذاریم برای خبر کردن مردم؟ مسیحی ها از زنگ استفاده میکنن. بوخ چطوره؟ مثل کریمی ها طبل. ولی طبل خیلی خون داره، اون معنویت رو نداره. چرا صدای انسان نباشه؟ همونطور که علی اولی مرتبه در کعبه اعظم گفت. رسول الله دستور بدن برو اذان رو بدن. من؟ تو صدای خوبی داری، استفاده کن. برو اون برد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. برادران، امروز هر مرد از مدینه مردی از مکه رو در آغوش میگیره، هر چه داره با او تقسیم میکنه. به سوی هم بیایید و یک دیگر رو در آغوش بگیرید برادران. من از این برنامه بوسیدن برده ها خسته شدم. اینو بخون. پیامبران باید به فکر دنیای عقبا باشن. حال پسرم چطوره؟ مثل اصل عبادت میکنن. دستاتو میسوزونه؟ اگه پاره نشه تمام خونه رو با آتش میکشن. مثل پادشاه قانون وضع میکنن. اعلام کرده که وفاداری به اسلام بالاتر از وفاداری به قبیله و خانواده است. چی؟ تمام مسلمانان خیشاوند نزدیک هم هستند. به صورت تحت تاثیر قرار نگیرید. قبل از این باید طبیعت قواعد رو عوض بکنه. خطر اصلی اینجاست. مساوات. همسایه انسان به خوبی خود اوست. دیوانه جدی هم میگه. یهود و نصارا حقوقی برابر حقوق مسلمان ها دارند. از یهودیانی که خود را وابسته ی جامعه مشترک ما بدانند حمایت می شود. و زنها نیز حق ارث دارند. حق؟ لابد بعدش به شترها هم حق داده؟ داده نمیتونی زیاد بارشون کنی. داره شهر را عوض می کنه. شهر منو. نفرین بر او. پسران ما رو از ما گرفته. آینده ما رو از ما گرفته. درستی هایم اشتباهات ماست. دیگه کافیه. این بار تنها با اشخالاش اکتفا نخواهیم کرد. هر چیزی با ارزشی که در مکه جا گذاشتن بر میداریم. فرشاشون، خانه هاشون، نقره هاشون و با اونا کاروان دمشق رو بزرگ داریم. که در مکه داشتید به یغما برده شد. دوست ها دکان اصحاب پیغمبر و خانه پیغمبر شده و ظرف و لباس هایی که داشتین، هر چی که شما داشتین در بازار به فروش رفته. حالا شما مردمان بی چیزی هستین. نمیخواین برای آن چه داشتین بجنگین؟ کی از جنگ حرف میزنه؟ مگر راه دیگه هم هست همزه؟ هر وقت رسول الله بگه بجنگید ما می جنگیم. حالا میگه صلح. دقیقاً شما مردمان صلح‌جویی هستین و بسیار بردبار و شکیبا. برگردی سر کارتون. از خودمان دفاع بکنیم. شما رسول خدا هستید.
اونها به ما میخندن، مسخرمون میکنن و ما هیچ کاری نمیکنیم. ما در جنگیدن ناوارد هستیم، ولی اونها حریص هستند. ما در پناه خدا و رهبری شماییم. خب من میدونم که شما چقدر از شمشیر نفرت دارید، ولی مجبوریم با اونها بجنگیم. هرچی که داشتیم اونها دوستیدن و دارن میبرن به دمشق، اونم درست جلوی چشم ما. شما رو به خدا بریم پس بگیریم. صدام رو بلند کردم، مثل پات که توی سرم میخوره. تمنا میکنم فرمان جنگ بدید. نگاه کن، لا هنوز وقت نماز نشده. تازگی پروردگار عالم به رسولش وحی کرده بجنگ، برای جنگیدن در راه خدا علیه کسانی که با شما می جنگند. آنان را از مکانی که شما را بیرون کردن برانید، زیرا آزار رساندن از کشتن بدتر است. آنقدر بجنگید تا دیگر آزاری نباشد، و دین برای خداوند است. ولی اگر دست کشیدند، شما هم از جنگ دست بکشید، چون خداوند شروع کنندگان جنگ را دوست ندارد. پس بجنگید در راه خدا علیه کسانی که با شما می جنگند. الله اکبر! اینها مقرراتی است که نبی اکرم خواستند رعایت کنید. از آزار رساندن به زنان، بچه‌ها و یا سالخوردگان خودداری کنید. به ناتوانها صدمه نرسانید. به کسانی که در مزارع کار می‌کنند صدمه نرسانید. نباید درخت‌ها را قطع کنید. فقط به کسانی حمله کنید که شما را بیرون راندند. کسانی که حق شما را ضایع کرده و با اموال شما خود را غنی ساختند. حالا به طرف چاهای برد.
بشید، همه مسلح بشید، خودتون رو مسلح کنید، از اموالتون دفاع کنید. محمد از مدینه خارج شده تا به کاروانهای بزرگ حمله کنه. چند نفر هستند؟ 300 نفر، 2 تا اسب. ما 100 تا اسب زین میکنیم. چند تا شتر؟ 70 تا. در این صورت ما 170 تا میبریم. 20 تا شترهای منم شراب بار میکنیم چون باید جشن بگیریم. خیلی دلم میخواد در این جنگ بجنگم. جنگی که شکست دوستی. اردوگاه ابو سفیان بهش بگو بره به طرف بلد، فردا سر چاه های بلد خوب و هم ملحق میشه. بار مکه تو قافله من هست که به خطرش نمیارزه. آتش ها رو خاموش کنید، شتر ها رو بار کنید. میریم به طرف غرب خلاف جهت چاها. خلاف جهت؟ ولی نمیتونید، باید اونا رو در بدر ملاقات کنیم. مثل گنجشک همه رو از دم تیغ میگذرونیم. اگه تمام شب رو راه بریم تا صبح فردا از مسیر محمد دور میشیم. از شرافت کجا رفته ابو سفیان؟ شرف؟ شرف من بر پشت شترهامه. بله، فرار میکنم. Thank you.
بچه ها رو اشغال کرده. درست اومده سر را پیش روی ما رو گرفته. دیوانه است. سفیان خیمه‌شو جمع کرده. میره به طرف غرب خلاف جهت بدر. قافله کاملا امنه. بنابراین احتیاجی به جنگیدن نیست. جنگ نکنی. اگه به جنگیم بین برادرها خون را خواهد افتاد. بین پدر و پسر منظورته. حذیفه پسر خودت همراه اوناست. باید همون اول شلاق میخورد. مکه مهمتر از خونواده توه. ولی پسر دومت اون فرزند خلف توه. من میگم بجنگیم. حالا باید سربلند باشیم. بذار این آینده هرچی میخواد بشه بشه. عتبه اهل ترس نیست. هر دو کارشون رو یک دایی میکنم. میجنگیم. محمد چه ها رو پر کرده. از حالا اگه آب بخواییم باید بجنگیم. خوبه. میجنگیم. برادران، چه ها در اختیار ما. به نام خدا و رسول خدا میستیم. صبر بکنیم. Thank you.
پهلواناتون رو روانه کنید. شما کی هستین؟ ما انتظار کسانی رو داریم که در شأن ما باشن. برگردید. برادر من شایبه، پسرم ولید و خود من. تونا عبیده، من و علی. در شأن شما هستیم. لا اله الا الله محمد رسول الله.
دارن جمع میشن. FBI! شما رو دیده نباید و سرها رو ببندی یا بکشید. اونا ما رو به تناب بیبستن. بازشون کنید. گفتم بازشون کنید و بهشون آب بدید. ازاتون رو با اونها تقسیم کنید با لقمه های برابر. اگر راه رفتن باشون راه برید. هر اسیری که بتونه به 10 مسلمان خواندن یاد بده آزاد میشه. شدم و در شاه‌های بعد با اونا غرق می‌شدم. ولی من غافل با آینده خودمون رو حفظ کردم. چرا برای من می‌خونن؟ چرا اسم پدر و اسم برادرمو برام می‌خونن؟ فکر می‌کنی که لازمه یادم بندازی؟
محمد علی حمزه. من ناخن‌های خودم حمزه کار کارت می کنم با ناخن‌های خودم قاتل خونخوار دیوون آدم کش. تو پدر منو کشتی حمزه، من شکارت می کنم ای شکارچی شیر. حمزه من از تو یک شیر فراری می سازم، شکار من. وقتی مردی حمزه جگر تو از سینت در میارم، خون تو می چشم، تکه تکت می کنم، خودم تو رو بس کن شیبن و زاری رو، این کار درست نیست. با هر کاری لازم باشه می کنیم، از متحدینمون مدد می گیریم، یک خشون جدید تجهیز می کنیم، این بار با آمادگی و نقشه جلو می ریم. حمزه اینجا تا اون آمده؟ این دیگه چجور شهر عوضیه که ما اومدیم؟ راحت میشه جیبها رو پر از پول و طلا کرد. دکاندارها به فکر مغازه هاشون نیستن. خدا مواظب دکان ها هست. شما از کجا میایید؟ یمن. در مکه هم توقف کردید؟ درست در سر راهه. به سوالم جواب ندادی. در مکه توقف کردید؟ اونقدر که خستگی شترها هم در بره. شترها در مکه بهتر از هر جای دیگه دنیا استراحت میکنه. بله. خب در بیابان چه خبر بود؟ برای شما خبر ناگوار. دارن جمع میشن. هر جوانی که یک شمشیر داره راه مکه رو پیش گرفت. قدرت ما اینجاست. اونا رو دست کم نگیرید، دارن شهامتشون رو جمع میکنن. در مکه نوای موسیقی از هر خانه ای شنیده میشه.
یک برده یه حبشی وحشی زوبینش هم وحشی نگاش کن. آزادت میکنم، هم وزنت بهت نقره میدم و به قدت ابریشم. کافیه یه همچین پرتابی بکنی. پس بالاخره آمدم. به زودی خواهیم فهمید چند نفرم. لشکر عظیمیست، 3000 نفر جنگجو و صدها از در بدر شکستشون. اون 1 سال پیش بود، برای انتقام جنگ بدر آمدن. برید خانه، شمشیراتونو بردارید. همزه اونه، میتونی ببینیش؟ اون سند آزادی توه. عبادا سواران اون جبهه، اونجا درست یا نگرفتم؟ تحت فرمان خالد هستم. خالد؟ اغلب به این مرد جوان فکر میکنم. همزه! بله. رسول الله پرسیدن به اون سوارکارا توجه کردی؟ بله کردم. زیادم خوشم نمیاد. 50 نفر تیرانداز میفرستن تا مراقب اونها باشن. چه شکست چه پیروزی، فرمودن نباید تنگه رو رها کنید. سعید، به رسول الله بگو ما آماده ایم. عاقبت رو چه میبینی حمزه؟ گرچه تعدادشون بیشتر از ماست، ولی سربازان ما ایمان دارن. ما اونها رو میبینیم و اونها هم ما رو. من هر جد از چیزی که میبینم نمیترسم. پیروز باد مامان! Thank you.
حمزه سلاح آماده به پیش میریم حرکت حمزه دارن فرار میکنن بریم غنیمت بگیریم همون جایی که گفتن ببرید برگردیم سر بوساتون با همه تونم برگردیم ریو شکن میشیم قلب سپاه شکست خورده ما شکست خوردیم خالد هنوز نه
پیغمبر کجا هستن؟ پیغمبر کشته شده، من دیدم که افتاد. نه نه رسول الله زنده است، من می جنگه. پیروزی مال توست خواهد. مادام اینکه محمد رو نکشتیم پیروز نشدیم. الان بالای اون صخر هاست. ما کارمون رو تموم کردیم. انتقام جنگ بد رو گرفت. ولی میتونیم از شر اون و اسلام برای همیشه خلاص بشیم. دیگه از پیروان متعصبش هنوز با اون هستم. از امتیاز بالای کوه بودم برخوردارم. خطرش خیلی داره. محمد! گوش کن! یک روز در مقابل یک روز. روز احد در مقابل روز بعد، کشته های ما در مقابل کشته های شما. کشته های ما در بهشت هستند و کشته های شما در آتش جهنم. حمزه صدای منو میشنوی حمزه؟ میدونی که زیر پای من افتادی؟ من هند چیزی به خاطر میاری حمزه؟ یادت چطور پدر و برادر منو کشتی؟ حالا خودتم مردی، قلبم سبک شده، میشنوی حمزه؟ سبک شده. ولی هنوز کارم با تو تمام نشده. مرگ برای تو کافی نیست وحشی. سینشو بشکاف، پاره کن. جنگ شکست خوردن. خب حالا چی کار میکنن؟ برمیگردن به شهر و با شدت رو زمین کار میکنن. دیوانه هستن. حرف شما رو قبول دارم، اهل منطق نیستم. حتی خوشحالم که شکست خوردن. میگن خواست خدا بوده شکست بخورن تا امتحانی باشه برای ایمانش. آم ولن برای آسمان میجنگند، به هر چی که میخوان میرسن. مکه رو میخوان و مکه رو میدیرن. هر وقت ما صلات ظهر ستاره رو ببینیم. آو دست کم نگیرشون، این تجربه رو گران به دست آورد. دوست عزیز، مکه فقط وطن اونا نیست، جاییه که خدا با بشر صحبت کرده. مکه برای اونا مثل دلتنگی روحیه.
امسال برای زیارت به مکه خواهند رفت. چی؟ بدون اسلحه. بدون اسلحه؟ ابو سفیان توی بیابان اون رو قتل عام میکنه. اگر تو هم مثل اونا به خدا ایمان داشته باشی میفهمی که امکان کشته نشدنم وجود داره. ولی منم باهات موافقم، احتمالا قتل عام میشم. ندید شما رو تحریک کنن، چون همون چیزیه که اونا میخوان. محکم باشید. پیغمبر می فرمایند تمام کسانی که خدا را دوست دارند با
باید با او تجدید عهد نمایم در زیر درخت. با شرایطی که برای برقراری صلح بین تو و مکه تعیین شده موافقت کردی؟ این دیگه چیه؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. این خدای جدید کیه که بهش میگن بخشنده؟ من اونو نمیشناسم. این قلم بگیر. این رم نمیتونم قبول بکنم. محمد پیامبر خدا؟ اگر فکر میکردم تو پیامبر خدا هستی با تو وارد جنگ نمیشدم. بنویس محمد پسر عبدالله موافقت میکند با تهی پسر عمر. اینطوری خب یعنی اینطوری بهتر میفهمم. خوبه اینطوری بهتره. حالا توافق هست به این معنا که شما به زیارتتون ادامه نمیدید، باید برگردید و برید به خانه هاتون. مکه خانه ماست. در هر صورت میتونید سال آینده برای زیارت بیاید، اونم برای سه روز. در اون سر مکه مال شما. ضمن موافقت میشه این پیمان برای 10 سال باشه. در خلال این مدت شما به هیچ قبیله حمله نمی کنید، به قافله ها شبیخون نمی زنید، یا هر شخصی که به ما وابستگی داره. و بالعکس اگر کسی از ما رو زخمی بکنید صلح تمام. و بالعکس متوجه شدی؟ ده سال تو همه با صلح. ما به این فرصت بعدش استفاده خواهیم کرد. این پیام ها از جانب محمد رسول خداست به فرماندهان دنیا برای دعوت آنها به اسلام. به هرکلیوس امپراتور روم، خسرو شاهنشاه ایران، مکوکیس فرمان روای بزرگ مصر، خداوند مؤیدتان بگرد. اسلام
تضادی بین نژادها نیست. یک عرب نسبت به یک خارجی برتر نیست و سفیدها نسبت به سیاها هر جه نیستند. همه در پیشگاه خداوند برابرند. شما ایمان نخواهید داشت مگر اینکه هر اون که برای خود میخواهید برای همسایه خود هم بخواهید. مردی که با شکم سیر به رخت خواب میرود در حالی که همسایهش گرسنه است، آن مرد مسلمان نیست. مرکب اهل علم از خون شهید مقدستر است. بشری که خواندن بداند در نظر خداوند زیبا. پس خواندن یاد بگیرید و پس از یاد گرفتن یاد بدهید. به کسانی که اهل کتاب هستند، یهودیان با توراتشان، مسیحیان با انجیلشان، شما باید احترام بگذارید، چون کتاب آنها هم از سوی خداوند آمده است. نباید فکر کنید محمد بیش از یک انسان است. یک روز مشغول جمع‌آوری هیزم بودم. عرض کردم بگذارید من این کار را بکنم. فرمودم چرا؟ عرض کردم شما پیامبر خدا هستید، نباید مانند آدم‌های عادی برید دنبال هیزم جمع کردن. در حالی که به من نگاه می‌کردم فرمودم خداوند کسانی را که خود را برتر از سایرین می‌دانند دوست ندارد. من برگشتم و به تماشای ایشان پرداختم. ناگهان ایشان ایستادند، قد مبارکشان را راست کردند و به طرف من آمدند. فرمودند بله من پیامبر خدا هستم، ولی حتی من هم نمیدانم عاقبتم چه خواهد بود. هم آمدی که منو ببری؟ نه، اومدم ازت بخوام که تو منو ببری. اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. مرا به خاطر جنگ هایی که با شما کردم ببخشید. اسلام همه گناهان گذشته را میبخشد. ببخشید که با این چیزها آمدم. اینها جواهرات هر چه ارزش دارن تقدیم مستمندان می کنن. اجازه می فرمایید که بله، ولی تو برنده ترین شمشیر علیه اسلام بودی. و حالا به اذن پروردگار برای درهم کوبیدن دشمنان به کار خواهد رفت. خداوند خیلی آسان است. همانطوری که میمیراند و زنده میکند، شکست و پیروزی را هم تعیین میکند. دو سال پیش که اون پیمان را امضا کردیم فکر میکردیم شکست خوردیم، ولی حالا نگاه کنیم پیروزی پشت پیروزی است که بر قلب انسانها نصیبمون میشه. صداش چی بود؟ Yeah.
سفیان. اینطور به من احانت میشه؟ من ابو سفیانم، توقع احترام دارم. ما در جای نیستیم، پیمان صلح بستیم. آمدم تا با محمد صحبت بکنم. کجاست؟ رسول الله در مسجدم. پیمان صلح رو نقض نکردیم. برای تحکیم بیشتر پیمان آمدم. از جانب مردم مکه حرف میزنم. محمد، چرا از من رو میگردانی؟ کمی تحمل کن. محمد نرو. راستنها پیمان را شکستان، نه ما. در تاریکی شب بود. من اومدم تا شهادت بدم که شب تاریک بود. برای اینجا شهر توه. حضر، تو فامیل من هستی، تو شفاعت کن. باید برپام توجه کنم. من مکه هستم، من بزرگ مردم مکه هستم. چرا اینطوری به من احانت میشه؟ چون به قولت عمل نمی کنی و بحث خودت وفا نمی کنی. چیزی رو شنیدم که هرگز فکر نمی کردم بشنوم. ابو سفیان تقاضای ترحم می کنه. از تدبیر به دوره، از تفکر خارج، از مردی که زمانی چوپان بوده شکست خوردم. دیدی که چطور دین این چوپان از لکه شروع به رشد کرد؟ این لکه در چشم من بود. نمیتونستم چیزی ببینم. به مردم مکه بگو خدایان مردند. مقاومت در برابر خدای یکتا بیهوده است. سریع حرکت کن ابو سفیان. تمام مردان اینجا سایه‌وار به دنبالت خواهند بود. چون این تو هستی که نقض پیمان کردی. شب 10,000 نفر خواهیم بود. مردان تمام قبایل می دید. حالا می تونیم با اونا بجنگیم. تو هم که برگشتی. راه ها رو خواهیم بست و از داخل خانه ها دفاع می کنیم. ثمری نداره. اونا هزاران نفرن. ساعت به ساعت بهشون افسوده میشه. ای بزدل، برو خونه. تو ترسوی؟ آیا تو بزرگ مکه هستی؟ به خودت نگاه کن، خورد شدی. اونا تو رو جویدن و تو فعلت رو توف کردن. آیا پدر و برادر من کشته شدن تا شوهرم تسلیم بشه؟ تو برو خونه. تو نمیتونی مقاومت کنی. مکه تسلیم شده. نه. ما امشب رو در اینجا خیمه میزنیم. میتونم مکه رو ببینم؟
حتی از پشت کوه. انقدر آتشه که نمیشه شمردشون. واقعا که زیباست. وقتی از مکه بیرونشون کردیم نمیدونستم که مکه رو هم با خودشون میبرن. آدم بوی نانی رو که میپزن میشنوه. بله، معنیش اینه که قصد تاراج ندارم. لااقل امیدوارم معنیش این باشه. نمیخوان روی در و دیوار خودشان خونی بریزه. میتونم باشون معامله بکنم. ما میذاریم؟ به من نان تعارف نمی کنی؟ میفهمم. ممکنه تصمیم به کشتن من بگیری. مقصود تو از آمدن به اینجا بیان کن. من آتش هاتون رو دیدم و مردان دور آتش رو و میدونم چه قدرتی در این مردانت ایجاد کردی. ما تاب پایداری نداریم محمد. حالا اگر قبول بکنی، به خودت اجازه دادی که بیای شرایط تعیین بکنی؟ آیا موقع آن نرسیده که بدانی محمد رسول خداست؟ محمد، هنوزم قلبم مشکوک هستم. اگه سرتو از بدن جدا می کردیم تمام شکها برطرف شد. خالد، در دین اجباری وجود ندارد. ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای دیگری چند دقیقه. این خداوند است که زمان را تعیین می کند. پس به شکش احترام بگذار. ای برده سیاه، تو از هر معلمی بهتری. من همون چیزی هستم که خدا مقرر کرده. بله، اگر خدایانی که من میپرستم اندکی مفید بودند و من کمک کرده بودم، حالا با اراده و میل خود میگویم اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. حالا بگذارید بروم. دارم میاد. بریم به خانه هاتون. دارن از سه طرف میاد. نگاه کنید، اونا دارن پشت سر ما هستن. زود باشی بری خورم خود. بری خورم خود. بری تو مخفی بشی. در حالم نبندی. زود باشی. زود باشی. Oh,
شناخته شود، کسی حق ندارد به انبان مردم دست درازی کند، به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان است. لااقل محمد به وعدش وفا کرد، درو به زور باز نکرد. از قلب ها وارد میشه نزد دیوارها و این پیروزی جاودانه. میترسم برم بیرون. باید بریم، باید ظاهر بشیم. هم ما خیلی اشتباه کردیم در روش زندگی. بله اشتباه، ما اسیر اشتباهات خودمون بودیم. خدایان ما از خود ما کمتر بود. حالا اونجاست، داره وارد کعبه میشه. انتقام نداد. مکه را مکانی مقدس خواند،
کسی نباید در اینجا خون بریزد یا درختی بیندازد یا موجودی را در مکه بیجان کند. به زودی تمامی عربستان روی به اسلام آوردند، نه فقط به پرستیدن خداوند یکتا، بلکه به قوانین جدید، آداب و تفکر اسلامی. پیامبر اکرم زنده مانده بود تا نتیجه کارش را ببیند، ولی حالا سنگینی مرگ را احساس می‌کرد. کاری بزرگ از رسالتش باقی مانده بود. مردم را گرد خود خواند و برای آخرین بار سخن گفت، پیام تسلیم شدنش به خداوند و انسانیت به بشر. تمام انسان‌ها خوب گوش کنید، شاید زمان زیادی در کنار شما نباشم. ضعفایی بین شما هستند، از آنچه می‌خورید به آنها هم بدهید، از لباس خود آنها را هم بپوشانید. به پیشگاه الهی خواهید رفت و می‌بایست جوابگوی اعمال خود باشید. آن عده که حضور دارند به آنها که غایب هستند بگویند، شما همه فرزندان آدم هستید و بهترین شما آن کسی است که خداشناس‌تر است. به آنچه میگویم گوش فرا دهید، دشمنی های خود را کنار گذارید. بدانید که هر مسلمانی با سایر مسلمانان برادر است و تمامی مسلمانان با هم برادر. ارزش مسلمانان به نژاد و قبیله آنها نیست. هرگز از برادر خود چیزی نگیری مگر آن که به رضایت بدهد. ظلم نکنید و ظلم را بر خود نپذیرید. ای امت من هم بشر هستم و شاید فرشته مرگ به سراغم آید و مرگ را به من ارزانی دارد. کتابی برای شما به جای می‌گذارم، کتاب آسمانی، قرآن که نور است و هدایت. قافله حجاج از مکه حرکت کرد، نزدیک جفه به قدیر خم رسیدند. در اینجا پیامبر اکرم خطبه‌ای ایراد کردند. آغاز آن حمد خدا و بیان صفات کمال و قدرت باری تعالی، و سپس خطاب به جمعیت فرمودند، آگاه باشید که علی ابن ابی طالب برادر من، وصی من، خلیفه من و امام است بعد از من. و در اینجا پیامبر آخرین آیات قرآن کریم را برای مردمش برخواند. پایان و اختتام کلام محمد نیست، بلکه کلام خداوند است. من امروز حجت را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به عنوان مذهب برگزیدم. پیامبر خدا روز 28 صفر سال 11 هجرت در سن 63 سالگی وفات نمود. بسیاری از پیروانش نتوانستند این واقعیت را بپذیرند. آیا پیامبر واقعا وفات یافت؟ لکن ابوبکر به مسجد رفت و گفت اگر کسی محمد را می‌پرستد باید بداند که او وفات یافته است، و اگر کسی خداوند را می‌پرستد بداند که پروردگار زنده است و هرگز نمی‌میرد. پیامبر را در مدینه در کنار مسجدش به خاک سپردند، ولی مذهبی که آورده بود جای خود را در قلب آدمیان باز نمود، دوام یافت، عالمگیر شد و هنوز مردم به مکه می آیند. مسلمانان جهان در جامعه سفید احرام و همه یکسان در پیشگاه الهی، همه با هم در این مکان عبادت. افراد مختلف گرد هم می آیند تا با هم یک خدای واحد را بپرستند.
على الفلاح.